شمال تا جنوب و از شرق الی غرب افغانستان. سلام از الف تا یا بر تمام هموطنان عزیز و گرم، از هر کجایی که بیننده ای طلوع هستین، شبتان بخیر، وقتتان بخیر، خوش آمدید و بر تمامتان آرزوی صحت، آرامش و موفقیت میکنم. شما از زانه که همچنان از خارج از کشور، شما از زانه که افغان نیستین، غیر افغان هستین، و شما هم سلام دارم و تشکر از اینکه بیننده هیت لحظه به لحظه هستین. وقتتان بخیر، تا پایان برنامه باشین و ببینین که امشب چه برنامه جالب و دیدنی داریم که میخواییم بر شما دوستان تقدیم بکنیم. ما 10 بازی داریم که با اصال خانه انجام میشه و انجام دادن این بازی ها کار آسان نیست، کاری است که نیاز به تلاش و زحمت داره و او عزیزایی که میخواین در این برنامه بیان و چیز صاحب شوند، یعنی پول صاحب شوند، جایزه صاحب شوند، حتما باید که این بازی ها را در خانه تمرین بکنن یا به گفته بعضی از دوستا مشق بکنن، تمرین داشته باشن تا اینکه بتونن بازی ها را انجام بدن. اگر شما هم میخواین که بیاین گیم بازی بکنین، هیجان داشته باشین، لبخند داشته باشین، پس با 456 تماس بگیرید. بعد از اینکه زبانتون انتخاب کردین، کلید 626 فشار بدین و یا هم از طریق شماره واتساپ میشه که به ما پیام بفرستین تا اینکه شما را به برنامه دعوت بکنیم. خب حرف از جایزه و پول شد. شما به خاطر به دست آوردن بزرگترین جایزه ما که 100,000 است، سه شانس دارین و باید که این شانس ها را حفظ بکنین تا به این پول بزرگ که قرار است نردبان معرفی بکنه برسید. بله، 100,000 که سرشار از انرژی است، سرشار از هیجان است و باعث میشه که هر اشتراک کننده ای که در هیچ لحظه به لحظه میآید بخواد که امی جایزه را به دست بیاره، چون انسان ها در طبیعتشان است که همیشه بهترین و بلندترین هر آن چیزی که باشه امو را میخواین. پس شما هم هدف بگیرین امی 100,000 تا بتونین که به این پول بزرگ دست پیدا بکنین. مهمانان امشب ما هم دو مهمان بسیار عزیز و خوب است. اینا کسایی هستند که همیشه خبرسازی میکنن، گزارش تهیه میکنن و کوشش میکنن که وقایع را خلاصه از هر واقعی که باشه، ورزشی باشه، داخلی باشه، خارجی باشه، سیاسی باشه، هر آن چیزی که باشه، میخواد که در اسرع وقت به شما تقدیم بکنه. همیشه خبر رسان بودن و جالب ترین خبرها را، معتبرترین خبرها را تقدیم به شما هموطنان کردن که از داخل و خارج کشور بیننده خبرهای طلوع و طلوع نیوز بودین. امشب همکارای ما هستن که از بخش طلوع نیوز اومدن. یکیشون مدیر خبر است. میفهمین مدیر خبر کی است؟ مدیر خبر ما هست تمیم شهیر و همکار گزارشگر ما محمد فرشاد داریوش امشب با ما هستن. کف بزنین که بیاین بخیر. سلام سلام شهید، خوب هستین؟ سرمند خیر خیرت داریوش عزیز، چی حال دارین؟ بخیر هستین؟ سرمند خیر خیرت ماشاءالله. امی همکارای بخش خبر ما که هستن همیشه پر از انرژی هستن، بغلشان آغوششان گرم است، قولشان محکم است و آماده هستن خلاصه هر آن اتفاقی که میفته برن و هر چیز رو تحت پوشش خود قرار بدن. هر دوی تان بسیار زیاد خوش آمدین و خوشحال هستم که امشب در برنامه شما را دارم. کمره ها در خدمت باشم. من تمیم شهیر، مسئول اتاق خبر و ما در خدمت هستیم. بسیار زیاد خوش آمدید شهیر صاحب. ممنونت داریوش عزیز. خب به نام خالق تمام زیبایی ها سلام دارم خدمت شما مصطفی جان، دوستایی که اینجا تشریف دارن و برای هموطنانی که از طریق پرده های تلویزیون ما را بیننده هستن، و یک سلام ویژه دارم برای پدر جان و مادر جانم که در حال حاضر ما را بیننده هستن از راه دور، دستانشان را میبوسم. بله دوستان، و امشب قرار است که داغ‌ترین و معتبرترین خبرها درباره گیم های هیت لحظه به لحظه را از ساعت 8 تا 9 شب بر شما دوستان تقدیم بکنیم. دو مهمان بسیار خوب داریم که میخواین پیرامون این گیم ها با ما صحبت های داشته باشند. پس ما هم میخواهیم که این جدیت خود را در همین جای به پایان برسانیم، به خاطر که قرار است لبخند و شادی داشته باشیم. هر دویتان بازم خوش آمدین. تشکر. و ببینم کی شوخ است. مدیر صاحب خودت یک رقم شوخ معلوم میشه. از ما که شوختر داریش جان است، خب این برنامه است که باید شوخی انجام شد. لبخند به لب شهروندان کشور بیای، به او خاطر ما در خدمت هستیم. بخیر باشین. قرار است که ما هم بریم به طرف درخت پول، ما اتاق فرمانم صدا میکنه که اوضاع 4 و 5 است، بریم بخیر به طرف پول ها که لبخند بر لبشان بیاریم. 1,000 افغانی
آغاز ما از کمترین پول میشه و آهسته آهسته میرسند تا بیشترین مبلغ ما که 100 هزار است که هدف تمامی اشتراک کننده های ما هم همون پول است. خب پس دوستان میره میبینیم که برزش 1000 افغانی قرار است کدام بازی پیشنهاد شود. آفتاپوس در این بازی اشتراک کننده باید رمان های قرار گرفته در زیر هر بوتل را طور از فاصله 12 فوتی کش کند که بوتل روی آن نیفتد. این کار باید برای 3 بار تکرار گردد. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید شاید از برنامه حذف شوید. آفتاپوس به ارزش 1000 افغانی پیشنهاد شده به همکارای بخش خبر ما و ببینیم که چی قسم میتونن که این بازی را انجام بدن. واقعا گرفتنشان یا کش کردنشان به همون اندازه قوی است که خبرها را بسیار زود جذب میکنن و خلاصه عامیانه با این خبرها را کش میکنن. شوخی میکنم. تشکر میکنم از حامیان برنامه. انرژی هیت سرشار از ویتامین جنسنگ و کافئین. انرژی هیت برای 4 فصل سال. انرژی هیت برای همه سنین. موفقیت را با انرژی هیت تجربه کنید. هیت بنوشید و شکست دهید. خب بازی اختاپوز کی میخوای انجام بده؟ داریش. بله فرشاد جان میخواد که بازی را انجام بده. پس فرشاد عزیز بیا بخیر در موقعیت اساسی ببینیم که چطور از کارت. آماده هستی؟ بله. کاملا؟ یک نفس عمیق تو بگی؟ یه همون نفس بود که پیش از ای که برن به طرف گزارش آماده کردن همه یک نفس میگیرن. پس ما هم میریم به طرف شمارش معکوس و 60 ثانیه زمان میدیم برشون. بازی آغاز می شود. تا 3 شما گیم این طرف زمان شما آغاز شد. 60 ثانیه زمان. 60 ثانیه از سرعت بگیرید. سرعت بگیرید. فرشاد 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 اولین برده دو میره بیا فرشاد نفشاد بیا طرف بگیر میشه که شما این را جور کنید تمیم جان بیا خوبش خوبش نفشاد برو به طرف دگیر تمیم جان اینا رو برای سرعت بگیر جور بکو که دوباره اگر بیای آماده باشه. بله دومین بوتل شد برو به طرف دگیر. فقط یک بوتل دیگه باید که استاد بوتل یک بوتل فرشاد چی میکنم و تمام و تمام تو فرمایید در جای کنید. مرحله اول تکمیل شد. یک شهر مرم رفتیه نیجه فرشاد جان. به هر حال ما فکر میکنم که بازی ها را خود تمرین کردی دیگه اما تو آماده هستی ورزشکار هم معلوم میشی یک رقم ورزش خو میکنین انشاءالله هر دویتون. بله ورزش میکنیم. من بوکس ورزش میکنم. سعیز بیادر تو میتونی. ما دیگه نمیجه است که کم کم ترسیدیم این وقتی که اشتراک کننده های ما ورزشکار میباشد باز مجبور هستیم بازی ها را برشون یکم راحت بسازیم و در رنگ کوتاه هم میگیریم. ما دوباره برگشتیم. باز هم شبتان بخیر. شما بیننده هیجان شوخی و لبخند از هیت لحظه به لحظه هستین و امید که تا ایدم بیننده ما بوده باشین. تشکر میکنم از حامیان برنامه. پارادایس نوشیدنی کاملا طبیعی همراه با تکه های از میوه. با نوشیدن پارادایس تازگی و شادابی را برمخان بیاورید. پارادایس دامن سلامتی شماست. خب بازی که تا فعلا خوب پیش میره نمیشه بگویم بازی ها چون فقط یک بازی شده و ببینیم که سفر ای همکارای خبری ما تا بازی چندم با ما خواهد بود و ما خو میخوایم واقعا تا 100 هزار پیش برین. به خاطر کمی دلم یک رقم بیقرار است میگم یک نفر بهم 100 هزار بگیره کمی تلسمش بشکنه خلاصه یک نفر بگیره میره. ما کوشش میکنیم اگر داریوش اشتباه نکنه ان شاء الله از گردن خود خلاص میکنم. میگم ما خو تلاش میکنم خدا کنه داریوش شانس از دست بده. شانس از دست نه ان شاء الله ما نهایت تلاش خودم میکنم تا بتونیم برنده شویم. اگر میره به سبک خبری گزارش بگی چه رقم میگی؟ ایره براتون بگویم. بله یا میخواین که یک استند بتم در ارتباط با بازی ها. خب او استند نمیده که استند نداره دیگه یک گرم کاریست استند باشه بر پسانتر. خب. چی گفتی؟ مشکل نیست. خب. ما میخواییم که ادامه بتی؟ به سبک خبری بگویم. خب ما با توان و قدرتی که داریم آماده هستیم تا بازی های پرچالش پشت سر بگذرانیم و برنده 100 هزار افغانی شویم. بله انشاءالله که میشه. بفرمایید به جای تر. بله بله و شما بیننده هید لحظه بلحظه از تلویزیون طلوع هستین و تا پایان گزارش با ما باشین ببینین که این اشتراک کننده ما قرار است کدام پول به دست میرن. پس دوستا فعلا میریم به طرف درخت پول ما و ببینیم پول بعدی که پیشنهاد میشه کدام پول است.
دو هزار و پانصد هم داریم. خیلی راحت. جالبترین گزارشی که تا حال آماده کردی از کجا بود و چی بود؟ در کل گزارش ها همی آماده کردنش بدون از اینکه شوق نباشه، علاقه نداشته باشی، نمیتونی که گزارش آماده کنی. و در کل تمام گزارش هایی که ما از وقتی که در رسانه کار میکنیم آماده کردیم، تمامش جالب بوده و مورد پسند ما بوده و همچنان چیزی که انعکاس یا دیدگاه مردم ها داشتیم، کامنت های هموطنان ها داشتیم، بر از اونها هم مورد پذیرششان بوده و قبول کردین. ولی جالبش برام نگفتی. جالبش باشه یک سوال مشخص تر بکنم. گاهی شده که رفته باشی یک گزارش تهیه بکنی یا که در یک رویداد رفته باشی که فکر میکردی او سرخط میشه، ولی وقت آوردیش مدیریت گفته بیادر ایرج نشر نکنیم؟ بله، بدون شک بعض اوقات اتفاقهای رخ داده، مقامهای بوده، چیره های پرنفوذ بوده که برنامه داشتن و از ما دعوت کردن که به خاطر کور برنامه یا پوشش برنامهشون بریم و ما پیش خود حدس می زدم که حتما ما در این برنامه که میرم این خبر اولشش است. وقتی کنجا رفتیم اکثریت گپایشان تکراری بوده و کدام چیز تازه نداشته. وقتی که دوباره آمدیم خبر چهارم یا پنجم بوده. یگان وقت دور از توقع انسان هم بعض اتفاقات رخ میده. سوال های جالب از جناب شهیر هم دارم، اما فعلا نمیخوایم بپرسم. میریم اول میبینیم که برزش 2500 افغانی قرار است کدام بازی پیشنهاد شود. چسب با چسب، در این بازی اشتراک کننده باید یک تخم مرغ را بر روی یک پدنوس طوری بدون دست دادن به آن بچرخاند که سی برچسب اطرافش به آن بچسبد. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. بازی آغاز می‌شود. زمان شما آغاز شد. 60 ثانیه و در 60 ثانیه باید که این چسب ها را شما بگیرید. آرام‌تر که تخم نفته تاوانی نمیشیم، ولی یک شانس از دست میدیم. دومی فقط یک چسب دیگه. بسیار خوب، ادامه بده. آرام‌تر از بدن یکم فاصله بدش دیگه و تمام. سومین چسب. خیلی راحت و زیبا. مرحله دوم تکمیل شد. گزارشگرا و تخم مرغ علاقه دارن؟ گزارشگرا مثل باشنده عادی واره بر چیز علاقه دارن. شاید در خورترکی هم تخم برد کرده باشن، مثل داریوش که اگه آن دفعه قسم میکنه که در خورترکی ها تخم برد میکرد. تخم جنگی، تخم برد یا تخم جنگی، هر دوش دیگه. بله بله. به هر حال دوستای عزیز، میریم به طرف درخت پول. ما میبینیم که پول بعدی پیشنهاد میشه. کدام پول است؟ 5000 امغاری. خب به هر حال امی مذاق آخرم خیلی خندیم گرفته. خدا کنه دوستا چیز دیگه فکر نکنن. این که به ارزش 5000 افغانی قرار است کدام بازی پیشنهاد شود دوستا، در نمایه ما بیننده می باشیم. پرتاب سرپوش، در این بازی اشتراک کننده باید سر بوتل نوشیدنی را که در لبه میز گذاشته شده اند را با انگشتش در داخل گیلاسی که روی میز قرار دارد بیاندازد. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. بازی آغاز می شود. زمان شما آغاز می شود. یه بخیر، آغاز بگو. 60 ثانیه فقط. یک سرپوش آرام تر و ببینیم که داریوش چی میکنه. نشو در لبه گیلاس میخوره سرپوش ها. یک کم آرام تر هدف و تمام. آفرین داریوش. مرحله سوم تکمیل شد. خوبش یک رقم بگوی که پیسر کتما شیار میکنه. بفرمایید در جای تو. نه، اما یک حس برام پیدا شد که بیادر خودت هم زم داریده. البته شوخی میکنه کال شده. خب، چالشی ترین قسمت کار یک گزارشگر چی است؟ مدیر صاحب اول شما. گزارشگرها معمولا وقتی که جلسه خبر میشن، از همین شروع ابتدایی که میان در جلسه شرکت میکنن، انتخاب سوژه است. باید سوژه‌ای را انتخاب کنن که به مردم جالب باشه و مردم او را تحویل بگیرن. درست. کار خبرنگار از این انتخاب سوژه
معلوم میشه که سوژه را انتخاب میکنه. باید سوژه‌ای را انتخاب کنه که بتونه تا پایان روز سوژه را تکمیل کنه. و این سوژه را قسم پردازش بده که به بیننده قابل قبول باشه. یعنی هم توازن در نظر بگیره، هم خبر خود قسم آماده بسازه که خبر کمی و کاستی نداشته باشه. بی‌طرف باشه، توازن باشه، جالب باشه و به مردم خبر باشه که تحویل بگیرش و مردم او را بخواه که بشنوه. بله، قابل شنیدن باشه بر مردم. و ما همیشه در برنامه های خود یک سوژه خاص داریم. میفهمین سوژه ما چی است؟ نمیفهمین؟ نه خیر. سوژه حتما ما سوژه های مختلف کار میکنیم. بله. شما سوژه های خاص خود دارین. بله. ما سوژه های داریم. میان برنامه کوتاه. ما دوباره برگشتیم و امید که تا ایدن بیننده هیت لحظه بلحظه بوده باشین و همچنان جای نرفته باشین. ادامه برنامه را بیننده باشین که قرار از هیجان بیشتر با گیم های بیشتر و همچنان پول های بیشتر داریم که میخواییم به این دوستای ما تقدیم بکنیم. البته اگه بستگی به استعداد و تلاش های خودشان داره که چقدر پول میتونن در این برنامه از آن خود بکنن. تشکر میکنم از حامیان برنامه. انرژی هیت سرشار از ویتامین، جنسنگ و کافئین. انرژی هیت برای 4 فصل سال. انرژی هیت برای همه سنین. موفقیت را با انرژی هیت تجربه کنید. هیت بنوشید و شکست دهید. خب یک دونه هیت هم تقدیمتان بکنم. خوشگزدانت یک رقم داریو جان. مرا نشان داد. مرا فهمان که بیادرم هیت خب بیاری طرف. بفرما. نوش جان بکن. سیار زیاد تشکر. جناب شهیر کدام طعم دوست داری؟ هیت داریم، جنسنگ داریم، بیگاز داریم، گازدار داریم. هر کدامش که امو وسطیش خوب است. وسطیش خوب است؟ بله، بیگاز می نوشند. در جریان آماده کردن گزارش ها کدام نوشه می نوشین؟ ما دیگه گزارش ها را بگونی متوازن آماده می سازیم. یک دفعه اگر فرهنگی آماده بسازیم، دیگه دفعه سیاسی اقتصادی مکس از گزارش ها را آماده می سازیم که بینندام خسته نشه. کدام انرژی را در جریان آماده کردنش نوش جان می کنیم؟ امی سبز چه خوش داری؟ سبز خوبه دیگه. خب میفهمن که این سبزش که از بیگاز است. جناب مدیر صاحب یک کمکه که سنگین تر میباشه دیگه. گازدارش شاید دوست نداره. بله. خب ما هم میریم به طرف پول های ما، به طرف درخت های ما. ببینیم یک دانه درخت داریم که پر از پول است. اونم میخواد پول بر ما نشه. هفت هزار و پایان مرحله اول. و ای که کدام بازی قرار است پیشنهاد شد او را من هم نمیفهمم. شما فکر میکنین کدام بازی خواهد بود؟ دقیق نمیفهمیم، اما حدس میزنیم که امو تا خانه بالا خانه باشه. تا خانه بالا خانه میخواهی که برش 7000 برش پیشنهاد شد. پس بریم ببینیم در نمایه که کدام بازی خواهد بود. تا خانه بالا خانه. یک بسته 39 دانه یک گیلاس به شما داده شده است. 38 دانه آن سفید رنگ و تنها آخرین گیلاس سرخ رنگ است. شما باید در 60 ثانیه گیلاس سرخ را با جابجایی از پایین قطار به بالا انتقال دهید. شما باید گیلاس ها را دانه به دانه جابجا کنید. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. یک زمان شما آغاز میشه. 60 ثانیه و تمامی گلاس ها باید که زیر رو شوه. بله. تامیم 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 تامیم. آفرین فرشاد، تشویقش کن. بیشتر نیاز به تشویق داره. کوشش کن که گلاس هم نفته و سرعت هم در نظر بگیر. دو گلاس هم نشه که شانس در دست بگیر. خیلی مهم است. با خاطر که ارزش این بازی 7000 افغانی است. 35 ثانیه زمان و گلاس هایی که نصف نشده تا حال شانس هم او حفظ کردن. آفرین. یار خوب. تامیم 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 تامیم. 20 ثانیه زمان و برو برو برو. 4 گلاس دیگه. 3 2 و 1. تمام تمام. یار هم زیبا با اونمون مرحله چهارم با هیجان با مو سبک و شیوه کار خودشان
خواستن که بازی را انجام بدن. ما فکر میکنم که این بازی را شاید تمرین کرده باشیم. مگر کم تمرین کردیم مدیر صاحب؟ اینو تمرین کردیم. خب اون روز که دیدیم در فروشگاه که میخواستی وسایل بخری. مقصد ده تاش تمرین کردیم، زیاد نبودی از شما سیاره. اما ده دانه را دیگه سر زیر تو اینکه دست راو شود. راو شود. با همین خاطر من همیشه بر هموطنان ما میگم که گیم ها را حتما در خانه تمرین بکنین. به این فکر نکنین که مثلا بازی کلید با کلید است. انداختن کلید داخل گلاس شاید بر شما آسان معلوم شود، ولی دوستای ما اومدن و در همین بازی ها شما شاهد بودین که گلاس از پیششان افتاده، یک شانس خود از دست دادن، یا اینکه کلید داخل گلاس نیافتاده. پس تلاش بکنین که گیم ها را خوب انجام بدین و همچنان در جریان دیدن برنامه ای را فراموش نکنین که برنامه وقفه دارد. هرچند که بازی های پرچالش از طرف مصطفی عزیزی به ما فرشاد داریوش و همکارم تمیم شهیر پیشنهاد شد، اما ما با سپری کردن این بازی ها تانستیم به مرحله دوم را پیدا کنیم و انتظار دوستا ای است که بتانیم 100 هزار افغانی را با خود به خانه ببریم. فرشاد داریوش، تلویزیون طلو، استودیو لحظه بلحظه. در این مورد اتاق فرمان هیچ پاسخی ندارد و دیدگاه خود را شریک نمی‌سازد. و همچنان تشکر میکنم از حامیان برنامه. پارادایس نوشیدنی کاملا طبیعی همراه با تکه های از میوه. با نوشیدن پارادایس تازگی و شادابی را برمغان بیاورید. قسمه که حال فرشاد جان دانه خود تازه میکنه، اما گلون خود تازه میکنه بخاطر که یک استاندارد بسیار مقبول دادن. بله، یک کمی تکانش هم برات بتوام، شورش بتوام، بیاین سر جایتون. ایرا هم نوش جان بگو که آماده باشی بر بازی بعدی، به خاطر که شاید از تهیه کردن گزارش هم کرده هیجانش و چالشش بیشتر باشه. آماده هستین ان شاء الله هر دو؟ در هر حالت ما آماده هستیم. بله، مدیر کارمند هر دویش آماده دیگه، خدا خیر ما را پیش کنه امروز. به هر حال دوستای عزیز، میریم به طرف نردبان ما ببینیم پول بعدی که پیشنهاد خواهد شد کدام پول است. 10,000 افغانی. بله، و عبور از مرحله اول و اولین زینه پولی از مرحله دوم. یکی برسش 10,000 افغانی کدام بازی پیشنهاد میشه دوستا در نمای بیننده میباشیم. قوطی ماندو، در این بازی اشتراک کننده باید دو قوطی نوشابه را با ضربه پا به داخل تشت آهنی بیندازد. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. زمان شما آغاز میشه. قوطی ماندو و فقط دو قوطی باید که داخل این ضرب بفته. ببینیم که چی میکنه. بسیار نزدیک بود. معلوم میشه که راحت تمیم جان بسیار فوتبالیست خوب است، ولی ای کاش جای فوتبالی خود هم میپوشید که در این بازی کمکش میکرد. اما من هستم که بله چپای هم است. خیلی نزدیک، یکم بلندش کن. دامی یک قوطی بله نشد، آمد و دوباره رفت. زود برش جرکو، زود برش جرکو فرشان که زمانش کم میشه. با پای بردارش پرتابش کو. دامی 18 ثانیه زمان از دست ندید. زودتر میتونی، میتونی بیا بیا راحت 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 داشت. برو یکی دیگم. 5, 4, 3, 2, 1 و بفرمایید در جایی تا بفرمایید. کوشش بندگی خود کردن اما متاسفانه دیگه شد، به خاطر که همو کرمیچای شگاک خود نپوشیدن. یک دانش افتاد. بر ما گفتن که ما میخواییم که بازی قوطی ماندو برم بیار. گفت خب فوتبال میکنم. فوتبال هم کردین و فکر میکنم که تا مربی تیم هم بودین. بله بله، یکم بگو برمان. خب من تقریبا سنای 15 ساله بودم که فوتبال شروع کردم تا سنای 25-26. حالا کم کم فوتبال میکنم و در این مدت زمان در تیم های مختلف بازی کردیم. در اون وقت که ما فوتبال میکردیم، تیم ها علاقمندان بسیار زیاد داشتن و مرتب بازی ها برگزار می شد. من اول در تیم ستاره ها بودم. دوستایی که فوتبال کردن حتما با نامش آشنایی دارن. بعد به تیم پامیر رفتم.
و در اینجا فوتبال میکردم. نقشتان چی بود؟ مهاجم بودین؟ گلکیپر بودین؟ اول از سنتر مرکز شروع کردم، بعد در آخر مهاجم بودم و بیشترین گلا را خودم به ثمر میرسوندم. اما دیگه پس شاید وقت که آمدی به ژورنالیسم آغاز کردی در پانتون کابل، اون وقت بوده که پوزیشن تو هم تغییر دادی و رفتی به طرف امو هجوم و خلاصه مهاجم شدی. مهاجم شدم و در خود دانشگاه کابل هم باز در تیم دانشگاه دانشکده ژورنالیسم بودم و مسابقات بین دانشکده ها برام افتاد و ما مسابقه می دادیم. بارها ما پنسای مختلف بردیم و کپ گرفتیم. اینال دیگه هم بچه های هم دورهشان که می بینه حتما نگه بله اینا همو شخصی هستن که ما رو در وقت شکست داده بودن بله. ولی ای کاش هم شنکاک خدا خواه می پوشیدیم روز به این بازی بسیار کمک میکرد، غافل گیر شدیم بله. اگر این مرا گفتیم که کاش هم بازی قوتیواندو بر ما بیاید که انجامش داده میتونیم، ولی شنکاک شیادش رفته. خیر است، مشکل نیست. میریم دوستا بازی رو یک بار دیگه در نمای بیننده می باشیم تا اینکه دوستای ما بیشتر بلد شوند. قوتیواندو در این بازی اشتراک کننده باید دو قوطی نوشابه را با ضربه پا به داخل تشتی آهنی بیندازد. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید شاید از برنامه حذف شوید. بازی آغاز می‌شود. 3 2 1 بیاین در جایتان، بیاین بین از این طرف شروع بکنید. زودتر که زمان کمتر شده میره. آغاز بکنید. میشه، کار سخت نیست. تامیم. یکم بلندتر، چیپ پندست. راحت. بسیار خوب، نزدیک بود. جای بله اولین، اولین قوطی. اینم قسم راحت. جایش پیدا کرده و میفهمه تامیم که چی کار بکنه تا ای که. راحت. آها، فقط یکم هدم بگی. انرژیش کافی است. آفرین. راحت. تامیم. راحت. بیا بخیر، بیا راحت تمام بفرمایید تا جایتان. اول چکت پرتو مرحله پنجم. بسیار عالی بود جناب مدیر صاحب. بفرمایید. خب بالاخره بعد از اینکه یک شانس خوده ای همکارای گزارشگر ما از دست دادن، توانستن در دومین تلاششان بازی را موفقانه انجام بدن. البته شما هم اگر تلاش بکنین کار سختی نیست. باشه یکم همون ستایل شما رو هم کپی کنیم. از دست ما خود چیز زیاد نمیاد دیگه، اما تیپ هر گزارشگر فرق میکنه. به نظرتون من میتونم گزارشگر شوم؟ از استندایت معلوم میشه. بله. صحیح. یک نقل دادن، یکی از دوستای ما اومد گفت خوب سینماگرم شده میتونی. مگم که بدماش فیلم میشی. ولی من میترسم کمی وظیفه را از دست دادم. به هر حال شوخی میکنم. جالبترین قسمت کارتون گفتین چی بود؟ جالبترین قسمت کارتون یا گمش که پیش از این سوال میخوایم که برم به طرف یک خاطره جالب. یکی از دوستای ما، یکی از گزارشگرای ما یک وقت رفته بودن قاچاقی طرف ترکیه، نامش نمیگیرم که غیبت شده. باز اینا را 3 هفته کچالو جوشک با تخم جوشک داده بودن. ما افغانا خب برنج دوست هستیم، حتما باید از جریان یک هفته 2-3 بار برنج بخوریم. اما تا که دل ما یکم چی شوه، اما چه انرژی که نیاز داریم بگیریم از بخاطر که زیاد میخوریم. برنج زیاد خوش داره. بله. باز این دوست ما دیگه 3 هفته از برنج دور بود. مرا گفت که بیادر یک رقم وضعیتم خراب بود. امی دلم برنج میشد. مرا گفت اوجا کچالو و تخم مرغ داده بیخی کشتن. چطور گفت بود؟ داریوش. امی دوست ما بود همون نفر. خب سالای 2019 بود، من رفتم ایران. از ایران پس از اینکه دانشگاه را به اتمام رساندم در دانشگاه پروان، وقتی که حرکت کردیم طرف ایران، از اونجا تصمیم گرفتم که برم طرف ترکیه. و از اونجا وقتی که حرکت کردیم، چون اونجا امکاناتش نبود که ما به صورت رسمی بریم و در اون وقت قدر امکانات هم نبود. خب وقتی که اونجا رفتیم، امروی امو قاچاق برا که میگن، امروی از اونا معرفی شده، ما را بردن. بسیار یک کوهای بلند بود که اونجا اتاق برای مسافرین آماده کرده بودن. تقریبا ما 14 ساعت را کرد موتر. و من شخصا در سیت پیش رو ششته بودم، چوکی پیش رو، و پشت سر چوکی هم یک نفر جا به جا کرده بود. کمک درایور خو نبودی؟
نه خیر. و در کل موترای اونجا موترها را پیژو میگه، مانند همین موترای کورولا است پیژو میگن. خب 6 نفر در سیت پشت سر اینا جابجایی کرده بودن که همگیشان به گونه بیخی در 14 ساعت شخ مانده بودن. حتی شخصا خودم به اندازه شخ سیت پیشرو چند نفر شده بودن؟ سیت پیشرو برما چون که یک ذره وزن زیاد بود برما بیخی سیت پیشرو را برما مانده بودن. خب وقتی که اونجا از موتر پایین شدیم از بس که پای مشخ مانده بود درست نمیتونستیم راه بریم. خب رفتیم اونجا در اتاقی که برای مسافرها است اونجا رفتیم. در کل 3 هفته که بودیم تا اینکه ما بریم طرف ترکیه. اونجا برای ما از طرف چاشت صرف کچالو جوشک میداد و شب که میشد هم کچالو جوشک میداد بس یک ذره چربتر بود، در پالوش یک تا تخم مرغ جوشانده میداد. دیگه چیزی بود که تقریبا در حدود 3 هفته بیخی دل ما را زده بود و دیگه امکانات هم نبود، اونجا دکان هم نبود، کدام جای دیگه هم نبود که کسی دیگه برات نان گره. خدا میدونه چقدر دلت میگفتی که اگر از اینجا برآمدم یک سال دیگه روی کچالو جوشک تخم جوشک نهیم. دقیقا. خب امکاناتی که در خانه فراهم بود، خب وقتی که یادم میامد طبعا میگفتم ای کاش که من دوباره پس برم. هیچ وقتی کار نمیکردم. ای کار نمیکردم و به صورت غیر قانونیش نمیامدم. با سمو تصمیم گرفتم دوباره آمدم به وطن. خواستیم که خدمت کنیم برای مردم، صدای مردم خود باشیم. حالا در کنار شما هستیم. بله. این یک پیام بسیار خوب بود بر شما همتان که همیشه وقتی میخواین جای برین قاچاقی نرین، ما واره وقتی که رفتین اما تو قانونی وقفه برین. دوستان عزیز دوباره برگشتیم، شبتان بخیر و امید که تاییدن بیننده هیت لحظه بلحظه بوده باشین و به ارزش لحظاتتان افزوده باشین. تشکر میکنم از حامیان برنامه. انرژی هیت سرشار از ویتامین، جنسنگ و کافئین. انرژی هیت برای 4 فصل سال. انرژی هیت برای همه سنین. ما فقط را با انرژی هیت تجربه کنید. هیت بنوشید و شکست دهید. ما هم میخواییم که این هیت را تقدیم بکنم به یکی از عزیزانه که در اینجا آمده و تشویق میکنه، تمیم جان. تمیم جان و همچنان فرشاد جان. کی میخوای هیت نوش جان کنه؟ امی باش هر کدامش که دست خود بیشتر بلند کرد به همون تسلیم میکنیم. کی میخوای؟ او این یک دانه هیت فروش دیجه داره. بفرمایید نوش جان. برد شکتا آفرین نوش جان. به هر حال دوستای عزیز میریم به طرف درخت پول ما ببینیم پول بعدیه که برشان پیشنهاد خواهد شد کدام پول است. 25 دارم کنیم. بله خودش هست. پول های بیشتر، هیجان بیشتر و همچنان لبخند های زیادتر. این دیگه کم کم زیاد میشه. میگه نه تا 100,000 نمیری اگه خنده کنم. اگه خنده کردم میگه نمی جای نشانی. خب به هر حال دوستای عزیز میریم میبینیم که به ارزش 25,000 افغانی کدام بازی پیشنهاد میشه. آن سوی دایره. شما اگر در کودکی تشت بازی کرده باشید به سادگی موفق به پیروزی خواهید شد. 4 توپ سرخ رنگ در میان دایره وجود دارد و شما باید با پرتاب توپ های سفید رنگ آنها را از محوطه مشخص شده خارج سازید. فاصله شما با دایره 5 فوت خواهد بود. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید شاید از برنامه حذف شوید. بازی آغاز می شود. فرشا جان زمانت آغاز میشه. آن سوی دایره و ببینید که چطور بندولک میزنن. نشد. آها فرشاد 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 نشد. فرشاد فرشاد داریوش داریوش چی میکنی؟ نشان بگی. بله اولیش او دومی این همه تو محکم نشان بگی. من ببینم که چی کار میکنه. سومی فقط یکی دیگه و 33 ثانیه زمان بیا. نشد. ادامه بده. نشان بگی و تمام. فرد چکتا فرد چکتا بسیار یک سال قبول داشت. ما گفتم نفر خوب انتخاب کرده بود. بله هم چهارمغز برد یاد داره. مرا پیشتر به فکرم گفت که یاد ندارم نی؟ آه یاد نه گفتش لبوردم نکدیم بیا در چهارمغز بردم نکدیم. این حال ثابت شد که هنر خود را نشان داد. ما هم میخوایم که امی هیجان حفظ شوه، اینمی انرژی را که داره جای به جای باشه. میریم به طرف پولهای بعدی. 40,000 افغانی. بله پولهای
که تعلق میگیره با شما هموطنان عزیز، با شما هایی که میایین به هیت لحظه به لحظه، اونایی که میخواین چالش داشته باشن و انرژی مصرف بکنن تا پول هم حلال شوه و هیجان هم داشته باشن. این که برسش 40,000 افغانی قرار است کدام بازی پیشنهاد شوه از طرف اتاق فرمان در نمایه بیننده باشه. بورس باریک، کلاه پیک. در این بازی اشتراک کننده باید از یک کلاه پیک دار برای برداشتن بورس دندان استفاده کند و آن را از یک جای بورسدانی به جای بورسدانی دیگری انتقال بدهد. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. بازی آغاز می شود. یلا جای دیگه فرشاد. بورس باریک، کلاه پیک به ارزش 40,000 افغانی. ببینیم که فرشاد چی میکنه. آفرین، اینم تو آرام آرام نفته که شانس تا عزیز میتی. فرشاد 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 بسیار آرام با تمرکز میتونه که این پول از آن خود بکنه. هدف بگی. آها آرام تر بیارش. بیارش. و بله بسیار خوب. بیا به طرف دیگه. زمان داری. سرعت بگی. سرعت بگی. سرعت بگی. زمان کم میشه. 30 ثانیه دیگه. فرشاد 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 فرشاد. آه بسیار راحت. او برخطا شد. چی شد؟ در دقیقه 90 گزارش خراب کردی. ما فکر میکردم که شاید کار بازی رو تمام کنی دیگه، چیزش نمونده بود. فرشاد نمیفهم به یک بارگی افتید. خب دیگه بعض وقتها شانس یاری نمیکنه. خب خیر است. فقط یک نکته دیگه هم باید متوجه باشین که وقت برس شما بر میدارین با لبتان یا برویتان تماس نکنه. یعنی باید که یک کم از رویتون فاصله داشته باشه، یعنی سرتون رو بسیار زیاد بالا نگیرین که باز خلاف قوانین بازی میشه. خدای نخواسته شانستون از دست ندین. درست. خب پس دوستا آخرین شانسشان مونده. ببینیم که از آخرین شانس کی میخواد استفاده بکنه تا اینکه به این مبالغ برسه. میریم و بازی رو یک بار دیگه در نمایه ببینیم. بورس باریک، کلاه پیک. در این بازی اشتراک کننده باید از یک کلاه پیک دار برای برداشتن بورس دندان استفاده کند و آن را از یک جای بورسدانی به جای بورسدانی دیگری انتقال بدهد. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. بازی آغاز می شود. دو و یک آغاز میشه. بورس باریک، کلاه پیک. ببینیم که فرشاد چی میکنه در حق این بازی. این بار دوم است و باید که برش تمرین شده باشه. زیاد تکانش نده که نیفته که آخرین شانستون است. آها آرامتر پیش برو. آرامتر اینم تو. بسیار خوب. بیا نشست بتش و نفته. آرام 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 آرامتر آرامتر آرامتر. فرشاد فرشاد اولی. سرعت بگی سرعت بگی. 30 ثانیه دیگه 30 ثانیه دیگه. ببینیم که فرشاد چی میکنه. بسیار آرام و راحت است. آرام 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 آرام, آرام. وقت زیاد داری. زمان داری. وقت زیاد داری. خطا نشو. وقت داری. بیا شانس آخر است. اینم تو استاد وقت داری. زیاد داری. بیا 14 ثانیه فرشاد. بیا 14 ثانیه. بیا رو شارم در 9 8 7 6 5 4 3 2 تمام. بله با هیجان و انرژی در آخرین ثانیه ها شانس و تلاش کار خودش می کنه و 40,000 می آید به جمع پول های ای دوست ما و حال نوبت می رسد به پایان مرحله دوم و 50,000 افغانی. 50,000 که دیر شده، کسی نتونسته این مبلغ به دست بیاره. پس دوستای عزیز نمی خواهیم که این انرژی که دارن فعلا از دست بره. می ریم و پول بعدی را برشان معرفی می کنیم. آفرین، بسیار خوب پیش رفتیم. 50,000 پولی که مرحله دوم تکمیل میکنه و با امید اینکه از آخرین شانسشان استفاده درست بکنن و این پول به دست بیارن. میرم دوستای عزیز میبینیم که برش 50,000 کدام بازی پیشنهاد میشه. بوتل بار. در این بازی اشتراک کننده باید طور یک بوتل آب را از روی مخزن آب کلان با چنان سرعت و قدرتی بردارد که توپ روی بوتل آب درون مخزن بیفتد. این کار باید 4 بار تکرار شود.
اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. بازی آغاز می شود. 3, 2, 1. آخرین شانس، بوتل بال به ارزش 50,000. یک کم آهسته، آهسته کم است که مشک پایینیش چپه شود. بوتل بال دوباره که فرشاد برای جور کنه نزدیک بود، در لب بوتل می خوره. خیلی نزدیک، آفرین، آفرین. تمیم جان تو میتونی، تمیم، تمیم. بسیار نزدیک، جایش پیدا کردی. آها، نشد. فرشاد جان سرعت بگی که آمد، سرعت بگی. دوباره برین، دوباره برین. بوتلا براتون آماده شده که دوباره توپ داخل مشک بندازید. او بسیار نزدیک. سرعت بگی فرشاد، فرشاد سرعت بگی. آخرین شانس است. بدوین، بدوین که آخرین شانس است و ارزشش 50,000 است. راحت، راحت. سرعت بگی. او نشد، بیا به طرف دیگه. اینجا آماده است. اینجا آماده. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. مرحله هشتم تکمیل شد. لحظه ای که مرا باز نامید ساختی. ما میگفتم که شاید ای همون بازی باشه که باعث شود ما حداقل 50,000 را تسلیم بکنم، چه که 50,000 را به دوستان ما. اما متاسفانه که آخرین شانسشان ازشان گرفت و ای کاش شانسایتان در بازی قوطی واندو و بازی قبلی از دست نمیدادین که در اینجا به دردتان میخورد، کمکتان میکرد. و همین خاطر است که همیشه میگم شانسایتان را کوشش بکنین که نگاه بکنین تا مراحل بعدی و گیم های بعدی، به خاطر که حتما به دردتان میخورد، چون گیم ها با افزایش پول بیشتر میشه. پس به همین دلیل شانس هم مهم است، اساسی است و پول ساز است. و فعلا از همکارای ما خواهش میکنم که چه که 7,000 را بیارن دیگه، 50,000 را نگرفتن، فعلا چه که 7,000 را بر ما بیارن. با شما هم تبریک میگیم. او ماشاءالله، ماشاءالله، ماشاءالله. بیارین چه که بر ما بتین، یک دانه بوسم باید بر ما بتین. سلام آرینا یا آوینا، ای طرف بیا، ای طرف بیا. آرینا، آوینا، مرد تو هم دسته بتی؟ آه یک ماچک بتی، برین پیش پدرتان. اونجا برین، اونجا برین. آرینا و آوینای عزیز دخترهای دوگانگی مدیر صاحب هستند. مدیر صاحب بزرگوار دوگانگی هستن؟ اید تا اردوش آوینا جان و آرینا جان دوگانگی است. دیگه دخترهای اسلام خدا شوخ و لایق. درست، درست. هم شوخ هستن هم لایق هستن. پدر خدا خوزار نمیتن؟ نه، پدر خدا به گفت پدر خدا هستن و درس خوان هستن. درس خوان هستن. درست است، درست است. خب به هر حال آل دیگه وقت چک است، وقت پول است. اما تو راست. خب چند فیصدش مدیر صاحب میگیره، چند فیصدش گزارشگرش میگیره؟ مامی پولی که مربوط ما میشه به خاطر از اینکه اینا اومدن اینجا تشریف آوردن، من تقدیم میکنم حق خدا بر از اینا. بسیار خوب، خیر ببینین، زنده باشین. چقدر کارمندای با وفا دارین ماشاءالله. جناب شهیر، ما خواهش مایی است که داریوش صاحب اینمی پول تمام شه خودشان بگیرن. خلاصه پول دیجا بی سرنوشت ماند. مدیر صاحب طرف کارمند خود روان میکنه، کارمند به طرف مدیر روان میکنه. پس بیاین تقدیم به هر دوی تان بکنیم، انشالله که بخیر استفاده بکنیم. بیا آرینا و آوینا بیاین در پهلوی ما، بیاین بیاین دیگه پیش ما، بیاین یک چند لحظه پیش کاکای تان بیاین که صحبت بکنیم با کمره ها. آماده هستین؟ بله. دوستای عزیز، ای بود برنامه امشب ما. اگر شما هم میخواین که به همین شکل بیاین تا پولهای بزرگ برسین، هیجان و لبخند داشته باشین، با 456 تماس بگیرین. بعد از انتخاب زمان کلید 66 انتشار بدین و یا هم از طریق شماره واتساپ ما که بر روی صفحه تلویزیونتان میبینین پیام بفرستین تا ای که شما را به برنامه دعوت بکنیم. تا برنامه بعد که مصطفی عزیزی در خدمت شما قرار میگیره، تمامتان به الله پاک و بی‌نیاز بسپارم. خداحافظ، خداحافظ کنین، خداحافظ.